خانم آقایان سلام، عصرتون بخیر. خوش اومدید به زوم نیوز امروز رادیو قبرس، بخش خبری جیهان آرام. توی این دو روزی که تعطیل بودیم خیلی اتفاق افتاده. بنزین یه کمی ارزون تر شده. اتحادیه پزشکان قبرس شمالی هم که گفته بودن از امروز میخوان اعتصاب رو در پلی‌کلینیک ها شروع کنن، خوشبختانه منصرف شدن. اما شهرداری فاماگوستا، شهرداری ماگوستا تقریبا 8 میلیون لیر به پرسنل خودش بدهکاره. این شهرداری در مجموع بیش از 100 میلیون لیر بدهی داره. پرسنل شهرداری هم از 3 روز پیش مجدد اعتصاب کردن. سری پیش که یادتون هست وضعیت نظافت و جمع‌آوری زباله‌ها در شهر به کجا کشیده بود. امیدواریم که این دفعه اون افتضاح دوباره تکرار نشه. وزارت کشاورزی و منابع طبیعی قبرس شمالی اعلام کرده عملیات فاز یک لوله‌گذاری برای انتقال آب از ترکیه جهت مصارف کشاورزی آغاز شده. تا حالا قسمتی از این پروژه تکمیل شده و فاز اول تا آوریل 2023 کامل میشه. سفیر اسرائیل در قبرس جنوبی در واکنش به اخبار مندرج در روزنامه‌های ترکیه مبنی بر گنجوندن قبرس شمالی در پروژه خطوط لوله انرژی بین اسرائیل و ترکیه اون رو تکذیب کردن و گفتن چنین ایده‌ای در دستور کار نیست. رابطه اسرائیل، یونان و قبرس رابطه منحصر به فرد و کاملا متفاوت با سایر کشور هاست. هر اتفاقی در روابط ترکیه و اسرائیل بیفته، حتی اگر روابط بهبود هم پیدا کنه، تأثیری در روابط اسرائیل با قبرس و یونان نخواهد داشت. اولین جشن فرهنگ، هنر و تولید و سازندگی به منظور زنده نگه داشتن فرهنگ و اقتصاد خونگی برگزار شد. فایز سوجوغلو هم در این مراسم شرکت کرده بود. دوستانمون در رادیو قبرس هم گزارش مفصلی از این مراسم تهیه کردن که طی یکی دو روز آینده پخش میکنیم، اما فعلا بریم خلاصه ای از این گزارش رو با هم ببینیم. اوزرسای رئیس حزب خلق قبرس شمالی گفته در صورتی که همکاری‌ها در زمینه انرژی بین کشورهای منطقه محقق بشه، فرصت تاریخی برای قبرس شمالی رقم می‌خوره. سفر اخیر معاون وزیر امور خارجه آمریکا به منطقه نشون داد که بدون حل شدن مسئله قبرس باز هم امکان توسعه همکاری‌ها فراهمه. یوانیس کاسولیدیس وزیر امور خارجه قبرس جنوبی اعلام کرده پس از ماجرای اوکراین و تحولات ناشی از اون، ما علاقمند به عضویت در ناتو شدیم. ترکیه عضو ناتو، اما اگر مانعی در این زمینه وجود نداشته باشه خوشحال میشیم که به ناتو بپیوندیم. ترکیه باید به از سرگیری مذاکرات حل مشکل قبرس کمک کنه. همکاری با اردوغان در پروژه صادرات گاز اسرائیل به اروپا احتمالاً خطرناک خواهد بود. با این کار اون هر زمان که بخواد میتونه باعث پیشرفت پروژه بشه و یا از پیشرفت اون جلوگیری کنه. رؤسای جمهور قبرس شمالی و جنوبی در رویدادی با موضوع برابری جنسیتی شرکت میکنن. این رویداد توسط کالین استوارد نماینده ویژه سازمان ملل در قبرس در روز 13 اپریل در منطقه حائل برگزار میشه. تاتار و آناستاسیادیس اخیراً به درخواست شورای امنیت مبنی بر افزایش انجام اقدامات اعتمادساز، احیای مذاکرات، مشارکت کامل، برابر و معنادار زنان در روند حل مشکل قبرس پاسخ مثبت دادن. و آسمون فردا صاف، هوای کمی خنک‌تر از امروز میشه، یعنی یه چیزی حدوداً بین 7 تا 21 درجه. خلاصه که جون میده برای پیاده روی. مبتلایان جدید کرونا در ایران 3125 نفر و قربانیان جدید 34 نفر اعلام شد. و حرف آخر این که اگه الان باور داریم صخرهای زنونه و مردونه باید جدا باشه، مطمئن باشین چند سال دیگه نسل بعدی ما با تمام وجود از جدا بودن پارک های خانوم ها و آقایون
حمایت میکنن. خیلی ممنون از شما عزیزان که همراهمون هستید. تا دیداری دوباره، شما خوبان رو به خدای بزرگ میسپارم. دلتون شاد، لبتون خندان.